بسم الله الرحمن الرحیم. درس امروز ما ادامه میلوی هم و پیست است. شروع میکنیم از قسمت پیست از هایپرلینک. وظیفه پیست از هایپرلینک این است که ما شما میتونیم یک شیط به شیط دیگه و یک پروگرام به پروگرام دیگه ارتباط بدیم. شرط فایل ساختنش این است که پیش از اینکه ایره استفاده کنیم باید از فایل خود سیف. طور مثال فعلا ما ایره سیف میکنم دیسکاپ به نام مای فایل بعد از ایسی. فعلا ما در شیط اول هستیم. میگم وقتی که ما بالای شیط در شیط اول وقتی که بگویم نیکست شیط بعدی بریم. در این صورت از شیط اول باید از امین خود نیکست کنترل یا رایت کلیک کتش میکنیم در شیط دوم پیست میکنیم. باید در شیط دوم پیست شود و همچنان در شیط سوم پیست شود. میاییم در اینجا فعلا در شیط دوم هستیم. از شیط دوم میره برش میگیم کاپی. وقت کاپی بگوییم پس میاییم در شیط اول کنسر اینجا میگذاریم برش میگیم پیست هست هایپرلینک بالاش کلک میکنیم و بعد از این در شیط اول نشته میکنیم پریویوس کاپی و در شیط دوم برش میگیم پیست هست هایپرلینک و اینجا همچنان نشته میکنیم پریویوس و امیره میتونیم انتخاب کنیم برش بگوییم کاپی و در شیط سیوم برش بگوییم پیست هست و بعد از این در شیط سیوم یعنی یا فکر کنیم شیط سی سادم هست نشته میکنیم فرست شیط کاپی و پس میریم در شیط اول پیست هست هایپر و در شیط اول هم نشته میکنیم last sheet first sheet رو باید از اینجا نشته کنیم این از اینجا بگوییم copy و در شیط آخر برش بگوییم paste از hyperlink و در شیط آخر نشته میکنیم last sheet last sheet رو کپی میکنیم و در شیط اول میاییم درش اینجا میگیم پیست از این حال فعلا اگر ما فعلا در شیط اول هستم مجرد که بگیم next در کجا آمد شیط دوم طور مثال ما شیط اول داریم این شیط اول هستم شیط دوم از و یا هم شیط سوم هست. فعلا در شیط اول میایم اگر اینجا برش بگوییم نیکس در شیط دوم اگر اینجا هم باز برش مثلا میخواییم که نیکس بگوییم باید از در اینجا نشته کنیم نیکس این رو بگوییم کپی و در اینجا بگوییم برش بگوییم پیست از آفن بازی ایده خودم منظم در قسمت تاب تنظیمش میکنم. وقتی در شیط دوم هستم باز برش میگم نیکس در شیط سیوم را ارتباط دارم و اگر به این دفعه تم فکر کنیم این شیط سیوم هست یعنی شیط های بیشتر داریم مجرد یک برش بگویم فرست شیط در کجا ما را راجع ساخت در شیط اول یعنی ضرور نیست که موازی جا او را دریافت کنیم اینجا شیط ها که زیاد شد و بازی تر یک سکرول برتان میه یعنی تا که ما شیط دلخواه خود را دریافت کنم وقت ضایع میشه در این صورت میتونیم انرژی استفاده کنیم اگر در شیط اول هستین حال یک کار در شیط سیم ضرورت شده لاست شیط مجرد که میکلک کنیم مستقیم در شیط چندم آمد سیم قرار کنیم این ارتباطات هم میتونه بین شیط برقرار بسازه و کار دومشی است که ارتباط امرا با پروگرام ورد ما میتونیم برقرار بسازیم در پروگرام ورد ما یک متن داریم ریپورت هست بعد از این رو میاییم سیف میکنیم به نام ریپورت سیف و بعد هم در اکسل میاییم حالا میخواییم که این بخش محاسبهش هستن محاسبه رو همراه ریپورت ارتباط بدیم این رو هم یک سیف میکنیم در این صورت در پروگرام اکسل نشته میکنیم اکسل یا یک تکس دیگه این یک تکس هست هر تکس رو نشته کنیم از اینجا برش میگیم کاپی و در پروگرام ورد
دری قسمت برش میگیم پیسس پایپن. و در پروگرام وورد هم مشتا میکنیم وورد یا تکست دیگه میدونیم درش کنیم. از پروگرام وورد ایده میگیم کپی و در پروگرام اکسل اینجا برش میگیم پیسس پایپن. اینال فعلا پروگرام وورد هست، چون از این تغییرات آورده میره سیف میکنیم، بعد از این کلوز میکنیم. فعلا ما در بخش محاسبه هستیم، وقتی که ضرورت میشه بخش ریپورتش ما بالای وورد کلیک کنیم، ضرور نیست ما در یک داکومنت برمو رو دریافت کنیم، بالای وورد همی کلیک کنیم مستقیما بخش ریپورتش براتون ظاهر شد. اینطور دو پروگرام آفیس میتونید شما توسط پیسز هایپرلین ارتباط بدین. و اگر به در پروگرام وورد میشه بعد بخش ریپورت هستین و بخش معاشاتش نیست، دفعتان ضرورت میشه کنترل اف 4 بگیرین، بالا اکسل که میکلک کنین بخش معاشاتش اگر باز هم نباشه منتها سیف باشه براتون میتونه که بازش کنه. و بعد از اینجا داریم در این قسمت پیست از پیکچر. اولا اینجا داریم کپی از پیکچر و پیست از پیکچر. وظیفه چی است؟ ما یک متن داریم، مساوی سم قوس باز سلری سلیکت قوس بسته میده، یک فرمت هم میدیم سکنیم. یکی خواست کپی شکل بود که ما کپی میکنیم و در یک جای دیگه پیستش میکنیم. حالا میخواییم که ایده مثل یک پیکچر واره انجام بدیم، پس میایم اولا برش در اینجا میگیم کپی از پیکچر، کلیکش میکنیم و بعد از اون میگم به فرمت پیکچر باشه یا بیتما باشه، مثل که چیز را سپین سیف کنیم. این فرمت هستن، پس من میایم فعلا میگم شکل فرمت پیکچر باشه و بعد از اون برش میگم اوکی. اینجا کارسر رو میگذاریم، حالا برش میگم پیست از پیکچر. یادت که میکلک کنیم چی شد؟ اندال این به اساس یک پیکچر آمد که در این هیچ نوع تغییرات وارد کردن نمیتونیم. این فعلا یک قسمت است که مسئله کنم با شما یک جدال عمومی رو میتونین به شکل یک پیکچر بگیریم. و بعد از این اگر باز ما بخوایم که جایی که انال سکنین اگر ما در این کدام تغییرات وارد کنیم، مثل که فعلا به شکل پیکچرش 2000 است، اگر من 3000 بسازم اینجا تغییرات وارد نشد. اگر بخوایم باز به شکل پیکچرش تاک دمیج باقی است او تغییرات هم ورشه و چیز استفاده میکنین، لینک هم شما دیر در پیشال هم خونده بودیم، اما این به شکل پیکچرش است. اگر دمینش تغییرات برین در شکل پیکچرش هم چی شبه باید است تغییرات وارد شد، مثل که در پیس سپیشال مینش کپی میگیم چیزی که ما در اینجا خوانده بودیم، یعنی دو شیطه به اساس مثال هایی که ما در اینجا برتان دادم، یک شیطه به شکل پروکنویس قرار میتین دیزاین میکنین و در اینجا تغییرات برین در پیکچر شما متومات تغییرات ثبت میکنین. بعد از این حال میایم اگر ما بخوایم چندین کپی بگیریم، طور مثال ما یا مثلا روزای هفته سکرین ای فعلا در یک قسمت جدول کار شده، اینال ما مجبور هستیم میره کپی کنم روز شنبه را، این دیجا کار شده. یا مثلا در شیت دوم کار شده، ما میگم ضرور نیست که ما رو نشته کنم، پس میتونم برش بگویم پیست، تانو چی را پیست کرد چیز را سلکت کرده بودیم. اگر از شیت اول باز چیز ضرورت میشه سندلز باز کپی میکنیم، این حالا پس ما باید از بفهمیم فرق بین کپی و آفیس کلیبورد چی هست. آفیس کلیبورد همزمان چندین کپی را در حافظه خود میگیره چندین سلکشن ها، و کپی گاز فقط یک سلکشن ها در حافظه خود میتونه بگیره. با کدام اساس؟ سعی کنیم فعلا اگر ما بیاییم مجرد که سطر دیر کپی کنم یا سندل، قبلا چی را کپی گفته بودیم؟ سطر دیره. این مجرد یک سند کمی کپی شود چیزی که قبلی بود و از حافظهش رفت. اینال اگر داشتید دوم ما بیاییم برش بگیم پیس، چی را پیس کرد؟ سند دیره. چیزی که قبلا پیس کرده بودیم و از حافظهش رفت. اینال چطور کنیم که همزمان چند سلکشن در حافظهش باشد؟ در این صورت ما کلیبورد را کلک میکنیم که جا برای ما فعال شد. وقتی که فعال شد
چیزایی که در جدولتان تکراری میایه او را اول کپی شه میگیری، مثلا روزای هفته است، یا یک چیز دیگه است در ریپورتتان کپی سندی را میگم کپی سایکل دو سلکشن شد، اگر کپی می بود او قبلیش از بین می رفت. ماندی را میگم کپی، تیوزدی را کپی و ونزدی را کپی می گیرم. همزمان چند چیز تونست در حافظه خود بگیرم؟ پنج دفعه سلکت کردیم، پنج سلکشن در حافظه خود بگیرم و اگر کپی می بود قبلیش از بین رفته می رفت. این حالا فکر کن دشیت دو یا دشیت سه هستی، اما چیزی که ضرورت میشه ضرور نیست دور تکرار اندرش کنی، فقط کارسر را بگذار بالای سطر دیگه می کلیک کنیم چی شد درش شد. میتونید دوباره ایش اگر ریپورت درش کنیم و بعد از این ضرورت میشه روزم مانده کلیکش کو درش میشه بین این ساس یعنی تایی که نشته کنین میتونین او را درش کنین. یا مثلا نشیط اول مکمل یک متن ضرورت میشه به این شکل، همین متن مکمل سلکت رو برش بگو کمی کپی در اینجا چی شد؟ در شد. وقتی که دشیت دومیه ای فکر کن که یک ریپورت هست اما متن ضرورت شد اینجا بیا بالای کابل کلیک کنید در حافظه ازی ثبت هست چندین سلکشن نشیط اول، اما کابل اینجا چی شد؟ ضرور نبود که تو پس چهار پنج یا شش لینه دشته کنه. این بود وظیفه کلبورد. اگر بگویم پیست ها چیزی که در داخلش هست پیست میشن و اگر بگویم کلیر ها چیزی که در داخلش هست کلیر میشن. و بعد از این میاییم در قسمت اینجا ما داریم فارمت پینتر. فارمت پینتر ای است که اگر ما یک دیزاین بتون مثلا میگم رنگ نشتهش به رنگ سرخ باشه و اینجا ما یک متن دیگه داریم میخواییم دیزاین از این مستقیم بالای زیبه پس در این صورت این سلیک کو انتخاب کنیم میره. اول ما باید از سلیک پینتر انتخاب کنیم، این که تطبیق شد بعد از این خب منظور ما فقط همی است که ما تا این که دریافت کنیم که کدام رنگ است کدام فرمت داره وقت ضایع میشه، مستقیم هم یعنی دیزاین رو بالای زی تطبیق میکنیم. پس این رو سلکت میکنیم از نخست باید سوال یک کپی میکنیمش، بعد از او برش میگیم فرمت پینتر. فرمت پینتر رو کلک میکنیم جایی که میخوایی طرف چپ ماوس افشار بگی عادش کنیم فهمیت کنیم دیزاین از این بالای زی شد تطبیق شد. این ترک سولت ها داره و بعد از این میگیم در قسمت فان در نخست ما داریم فان که توسط آن میتونیم دیزاین رو نشاره چنج کنیم سلکتش میکنیم بالای فان میگیم دیزاین رو نشاره به این شکل باشه و همچنان سایزش هم اینجا ما داریم سایزش هم این باشه 28 یا میتونیم سایزش رو کوچکتر بسازیم فان سایز باشه 10. بولد که شارکتش کنترل پلاس بیس نشتر کمی دوالتر قرار میتن و اگر بگیم ایتالیک شکل که شارکتش هم کنترل پلاس آی اس شکلش هم تغییر میتن به طرف رایت. اندرلاین هم یک خط در قسمت پایانش درج میکنم، اندرلاین در جای بکار میگم مثل که میگیرم مرجن سنتر میکنم نشه اینجا هم یک دیزاین میتونم. حال میخوایم که یک لاین در چون از یک انوان هست کلکش میکنیم بگو اندرلاین، اندرلاین در اینجا درج شد و اگر بیاییم بالای لیست اندرلاین کلک کنیم دبل اندرلاین اگر انتخاب کنیم دو لاین باز ایجاد میشه مثل که جامعه اگر ما بگویم دبل اندرلاین دو خط ایجاد شد در قسمت پایانش که زیادتر برای تایتلا و بر عنوان ها استفاده میشه. بعد از این ما در اینجا داریم increase font size و decrease این سایزه چی از اینجا سایزه کلان بسازیم چی از اینجا من این را سلیکت میکنم بیا بالای زی کلیک کنیم سایز چی شد کلان تر شد و اینجا 26 شد. اگر بخوایم خورتر بسازم decrease اینجا خودش پایان میریم فعلا اینجا 22 سه این را کلیک کرده میریم سایز کوچک میشه یک شارکت شده. بعد از این ما در اینجا داریم باتم باردار، اینجا باردارهای داریم باتم در مجموع مختلف باردار هست اگر ما برش بگویم آل باردار کیجا یک لاین میده که استاندارد خود باردار در اینجا ما بالای فانت کلک میکنیم فارمت سل اینجا ما داریم استاندارد باردار چی از اینجا استفاده کنیم و چی از این قسمت باردار سعی کنیم فعلا اگر ما بیم طور مثال ما یک متن نشته میکنیم اگر ما بخوایم میره پرینت کنیم فعلا پرینت پریویو میکنیم
امی خودش از چاپ اومده، امی خط کشیش. بنابراین باز در این صورت منظورم از خط کشی نیست، میخوایم یک لاین به اساس یک دیزاین بیاییم. باز ما شما میتونیم بیا سلیکت کنیم و بعد از این بیاییم در قسمت باتم باردار کلیک میکنیم، تنها به طرف پایانش باشم لفت رایت در قسمت بالا یا نو باردار، پس ما میگم آل باردار، کلیکش میکنیم پرینت پرفیو. چی دادی جه؟ یک باردار در چهار اطراف سلیم. اگر بخوایم کمی لاینش نباشم سلیکتش میکنین اول، بعد از این اینجا برش میگه نو باردر، بعد از اول پر انترویو کنیم کنم باردر نداری. اینجا اکثر یاد دیده باشیم در جدولایی که فعلا استفاده میکنم. و اگر ما بگیم در قسمت باردر، اگر بگیم تاپ به طرف بالاش، اگر بگیم باتم باردر داد تنها به طرف پایانش، این حالا پر انترویو هم کنیم تنها در قسمت پایانش است، این زیادتر بر نوانا استفاده میشه. و بعد از این اینجا باردارهای مختلف داریم. آوتساید باردار تنها قسمت بیرونیش است، در داخلش کنم بارداره نیست، مثل باکس ها هست. این حالا پر انترویو کنیم و به شکل تطبیق شد. و اگر بخواییم که دیزاین نشتهش که هم ویستر باشم، میدانیم از تک باکس باردار انتخاب کنیم به شکل قرار بگیره، کم سایزش وسیع تر قرار بگیره، که در چاپ هم باز به شکل میره. و ما باردارهای بیشتر شکل ها داریم اینجا، اینی شکل های مختلف هست. سعی کنین اگر ما بیایم فعلا میره نم میگم اور نو باردار، این شکل اگر ما ایز انتخاب کنم مثل تاپ هم دابل بات هم باردار، سعی که یک دیزاین شده بالای شکل این و پانش دلائن هست. این دیزاین هست که ما زیادتر در جدول های خود میتونیم استفاده کنیم. و اگر در قسمت باردار بیم از جا میتونیم درا کنیم این باردار، خود ما رسم کنیم، بالاش کلک میکنیم بگوید تنها این قسمت باردار باشن، منتخاب خود ما اینجا باردار باشن، اینجا باردار باشن، اینی سل در اینجا باردار داشته باشن، این حالا پر انترویو کنیم و میشه که شد اینجا منتخاب خود ما. بعد از این در قسمت باردار اینجا داریم درا باردار گرید، اگر ما اینو کلیک کنیم باز به اساس گرید سه طرف چپ ماوس افشار بگی هر سله برات باردار داد به انتخاب خودت، این که بود هر لاین سله جدا باردار میداد. وقتی که پرینت پرویو کنیم سله جداگانه را که ما توسط سلکشن تونستیم باردار بدیم. البته فرق بین از این درا باردار گرید و از این آل باردار چی هست؟ آل باردار ای است که اولا سلکتش میکنین سا امو ساهی که در شیت هستم باز برش میگیم آل باردر تانس باردر بودن. و ای که از سش رقم است درا باردر گرید به انتخاب خودتان، فعلا ما تا مای نساختیم یعنی استاندارد نیست ما از کجا تا کجا اینیجا نو استاندارد میسازمش، میگم اینه قدر باشن طرف چپ ماوس فشار میگیریم. اگر مثلا بخوایم کمتر هم بسازمش تانوز هم طرف چپ ماوس فشار است میتونم کمتر و یا زیادتر بسازمش، به این اساس استفاده میشه. و بعد از اینجا داریم اراس باردر، به منظور ازی است که پس این لاین ها را دلیت کنیم، بالاش کلک میکنیم این لاین رو میگم نباشه. اگر من پرم پرویو کنم در بینش دو لاین نیست، این لاین بالا میگیم نباشه، بالای اراس را کلک میکنیم بینش چیزایی که میخوایی نباشه در چاپ هم فعلا همون لاین ها نیست. و بعد از این باردر اینجا ما داریم لاین کالر، بالای لاین کالر کلک میکنیم، این لاین کالرش به رنگ نارنجی باشه. و بعد از این گرید باردر هم انتخاب میکنیم، اینجا رسم میکنیم رنگش به رنگ چی اومد؟ نارنجی. اینجا بعد از این داریم استایل، لاین استایل دیزاین های لاین هست، میگم دیزاین لاین باشه دابل لاین باشه یا به این شکل، میگم به این شکل باشه. حالا اگر ما این را دیزاین کنیم به مو شکل، اگر پرنت هم کنیم در صفحه به مو شکل دیزاین دار پرنت میشه. و اگر در باردر بیم برش بگویم مور باردرز، مور باردرز در کجا هست؟ فارمت سل که جای استانداردش هم اینجاست، چی از جا بیم چی در قسمت فانت ما اینجا داریم فارمت سل، مدیرات بالاش کلک کنیم اینجا ما داریم نام باردر، اما باردر ما میتونیم که در اینجا استفاده کنیم که در ادامهش بعد از نمبر اینجا شما میخوانیم این جای سندردش هست. بعد از اینجا داریم فل،
فیل کالر ای است که اگر ما فعلاً ای را پرینت کنم رنگ عقب از این بالا سفید است. میگم در عقبش یک رنگ باشه، سلکتش میکنم، میتونیم پاسی در منو باردر بگیرم، سلکت آل باردر. بعد از این رنگ داخلیش هم میگم باشه به رنگ سبز. نال وقتی که ما پرم پریویو کنیم به کدام رنگ چاپ شد؟ به رنگ سبز، یعنی در چاپ هم باز به میشه کنیم. برای بکگراند تیبلت هم میتونین رنگ بودین و رنگ های مختلف موجود داریم. اگر از قبلا رنگ دیش میباشه میتونین مجبور بگیم نوفل کنیم، نوفل رنگ که دارد داخلش بود از بین رفت. بعد از این مور کالر، رنگ های بیشتر از اینجا میتونین دریافت کنیم. اگر از سوم آمده اینجا میچرخانین و اینجا رنگ رو میتونین انتخاب کنیم، به این شکل باشن، به این شکل باشن، رنگ های بیشتر هستن که اوکی کنین مستقیم میشه تبدیل میشه. بعد از این اینجا داریم فاند، فاند کالر دیزاین نشته، یعنی رنگ نشته رو ما میخواییم تغییر بدیم. فعلا اگر ما پرینت کنم رنگ نشته به رنگ سیاس، حالا میگم رنگش رو تغییر میدیم، سلکت دا فاند کالر میم، رنگش میگم باشه به رنگ سبز. وقتی که پرینت پریویو کنم در چاپم به رنگ چی میه؟ به رنگ سبز. و اگر ما بیم بخواییم که پس رنگ نداشته باشه فاند کالر، و بعد از این برش میگین اتوماتیک انتخاب میکنین، اتوماتیکش رنگ بلک است و رنگ های بیشتر رو میتونین از مور کالر دریافت کنین. و بعد از این داریم فارمت سل فان که شارکتشان کنترول پلاس شفت پلاس اف است. بالاش کلک میکنیم، در نخست ما داریم نمبر، نمبر چی از اینجا بخوانیم چی در اینجا است. اینجا مگر من مستقیم بالایش کلک کنم فارمت سل نمبر که میکلک کنم روزر کجا آمد در نمبر، و همچنان از الائنمنت میتونیم که فان الائنمنت نمبر یا کلش در داخل یک جدول است. کلک میکنیم نمبر الائنمنت فان باردر فل و پروتکشن که شارکت هایش در این قسمت برتان قرار بود. میاییم در قسمت فاند نمبر، بسیار یکی از گپ های مهم است. در نخست ما داریم جنرال، جنرال فارمت سل هاف نو اسپسیفیک نمبر فارمت، میگه خود جنرال کدام نمبر فارمت نداره. ای به این معناست که اگر ما به این طور مثال بسیار مهم است، فعلا ما یک کلیر میگیریم، ما اینجا دیت انتخاب میکنم 02 02 09، و بعد از این کلیک میکنم از فانت میایم نمبر، از دیت ایرام لانگ دیت قرار میدم، بعد هم میگم اوکی و بعد هم میم ایره کلیر میکنم. فعلا کلیر است. یه نول وقتی که مده جای زی بیم یک نمبر نشته کنم مثلا 5 که می انتر کنم کانورت شد با دیت، پس هیچه چیز برای ما یک مشکل ایجاد شد، چون از اینکه قبلا در موسل فرمت دیت استفاده شد. اگر ما ایجا در رفعی ایره ریموو هم کنیم، پس اگر تو یک نمبر نشته کنی اوتومات کانورت میشه با دیت. یه نول در این صورت باز ما جدول سلکت میکنیم، چون از اینکه مشکلات زیادتر در جدول رخ میده، شما یک چیز رو نشون میکنین و کانورت به دیگه چیز میشه. با شما جدولتون رو سلکت کنین، بیاین در قسمت فان نمبر، فعلا ما بر ازو چیره میگیرم جنرال چی شد؟ هم نمبر را که ما انتخاب کرده بودیم 4 هم این به این معنی که جنرال کدام فرمت نداره، هر چیز به رقم خودش میشناسن. متوجه هستین؟ این مشکلات یک زیادتر در جدول رخ میده، در سل چیز رو درج میکنین کانورت میشه، باز امو ساحه رو مستقیم هم سلکت میکنین. بعد از این ساحه امو قسمت سلکت کرده، ایجا مین در نمبر جنرال انتخاب میکنین و بعد از اون اوکی میکنین، شما مشکلی که رخ داده مکمل کلیر میشه. بعد از این ایجا داریم در نمبر، نمبر وظیفه چی هست؟ ما در ایجا درج میکنین 1000 2000، هنال پس ما میخواییم که این به شکل نمبر نشانده باشه، به شکل نمبر این خانه صدان از ازاران سپریتور بگیره، سلکتش میکنیم، بعد از او در نمبر نمبر انتخاب میکنیم، دسیمال پلیسی هست، بعد از خانه ازار یک چیز گرفته یک اشاری گرفته، یعنی اگر کدام چیز به اساس اشاری ها محاسبه شد نشان میده، اگر میل یک شکم کنم یک اشاری،
صفر بسازم شش اشاری ده اکسپت نمیکنه. و همچنان یوز ان 1000 سپریتو میم بعد از خانه هزار سپریتو ایج نمونهش نشون میده. کلیک کنم بعد از خانه هزار سپریتو مجرد که نیوکی کنم بالای نمرات به میشکل تطبیق میشه. میشه در جدول ما به میشکل نمبر زرده داشته باشیم. و نمبر کرنسی، کرنسی یعنی واحد پولیس. اگر ما میره بگویم سالری، ما چطور میفهم که سالری چی است؟ ایروز دلار است چی است؟ سلکتش میکنین نمبر کرنسی را انتخاب میکنین، فقط میگین اوکی. کمی اوکی کنیم، $1000، $2000، $3000 نمیشه کرد. و اگر ما شما بیاییم در قسمت فاند نمبر کرنسی، اینجا داریم سمبول، سمبولش میتونین نمای ممالک است، کانادا به می اساس هر مملکت هم میتونین مطابق سمبولش انتخاب کنید با کدام شکل تطبیق شد. یعنی مثلا سمبول های مختلف پیسی همو مملکت هستن. و بعد از این نمبر اکاونتینگ، اکاونتینگ به این مانا چون از که در قسمت نمبر هر بخش تجزیه شده. این حالا ما اگر بیاییم از نامشان میتونیم بدون از یک دسترسی داشته باشیم، خب تعویض کرنسی واحد پولی اکاونتینگ به این مانا اگر ما یک جدول محاسبی میداشته باشیم، ما میگم بخش محاسبی در یک محاسبی پول در یک جدول باید به کدام شکل باشه، او شکلش براتون معرفی میکنه. سلکتش میکنین فان نمبر. اینا فکر کنین که اگر دسترسی هم نداشته باشین، اینجا میگه اکاونتینگ باید چی داشته باشه؟ استانبول، سپریتور و خانه اشاری داشته باشه. فقط شکلش براتون چی کرد؟ گفت گرچه شکل خاص کرنسی هم تطبیق میشد، حالا مو شکل در اکاونتینگ در بخش محاسبی هم باید از تطبیق شد. مجرد کوکی کنیم امو هم علامه سمبول و خانه سپریتور اشاری را میجا در نظر گرفته. بعد از این نمبر و ایجا داریم دیت. اگر ما ایجا بیاییم فعلا 02-02-09 تاریخ درج میکنم، میخواییم که این نام ما نام روز نشان داده شد. در این صورت میره فعلا تطبیق میکنیم بالا یک چند خانه، خانهشان کلانتر میسازیم. سلکت میکنیم اما قسمت فانت نمبر مگه دیت میگه کدام رقم تایپش میگه بگون. اینی لانگ دیت است، نام روز، نام ما، تاریخ و سال است. اینی مختصر شده دیم تنها تاریخ، تنها نام ما. اینجا فرمات های مختلف ما داریم تا اخیر تاریخ همراه با سات تانا به می شکل ماند نشان به تمرای سال او را مختصر 01 یعنی 2001. اینال پس ما میایم میگم لانگ دیت باشه، مجرد که اوکی کنم اما تاریخ ما چی شد ایده کالام شکلان می سازین. ماند فبروری 2009 تاریخ را که ما درش کرده بودم. اگر ما تاریخ امروزی را درش کنم، مثلا تاریخ امروزی چند است؟ تاریخ امروزی 18 می است، میگم 18 5 5 18 2010 چی شد؟ میگه تیوزه می 18 2010 اوتومات دمو فرمت خدا 100 سال. اگر بخواین فرمت شا بیشتر تغییر بتین، میتونین که از قسمت فانت فرمت های بیشتر دارین. در قسمت نمبر میاییم میگین تنها باید از تاریخ همراه ما نشان داده شد، می اوکی کنین تنها تاریخ هم اجده میسین. کی زیادتر در جدول های ریپورت استفاده میشن و هر نوع فرمتی که چه بخواین از نام تاریخ، نام ما و سال مختصر نشان بتین. مثلا گفته اجده می ده یعنی 2010 مجرد کوکی کنین به اون شکل فرمتش تبدیل شد. با فرمات های مختلف میتونین در جدول استفاده کنین و درس ما میجا بس است.